ملت یهود و سرزمین اسرائیل سلسله گفتگوهای رادیو اسرائیل با پروفسور امنان نتسر پروفسور با درود فراوان و سپاس مجدد شما در گفتار پیشین خودتون درباره عوامل و ریشه های یهود ستیزی در اروپا سخن گفتید و چند نمونه آوردید و میخواییم که اکنون از مجموعه این نمونه ها نتیجه گیری بفرمید من میخوام راجع به یه موضوع دیگه خیلی مهمه صحبت کنم نمیتونم که صحبت نکنم برنده چی و موضوع اسپانیاست بله انکیزیسیون البته. همون موضوع, بله. موضوع اسپانیاست یهودی ها در همون دوره ای که قبلا در صحبت کردم که رفته رفته به کشورهای اروپایی پراکنده شدن از جمله به کشور اسپانیا هم رفتند در اسپانیا حکومت اسلامی وجود داشت و المرابطون بودند بعد از اون الموحدون اومدند بعد مسیحی ها اومدند و قسمت های این شبه جزیره ایبری که همون اسپانیا اندلس و پرتغال تصرف کردم فصول زیادی در تحت حمایت اسلام در اسپانیا را باید حتما اسمش را دوره طلایی دوره طلایی اسلام دوره طلایی یهود برادرانه و برابرانه یهودی ها و مسلمان ها در کنار همدیگه زندگی میکردند در اسپانیا اجازه بده تاریخ ها رو مشخص تاریخ من دارم صحبت میکنم در قرن دهم ده یازدهم ده و دوازدهم یعنی در قرونی <applause> که یهود ستیزی در شمال اروپا و غرب اروپا <applause> بسیار در... به شدت وجود داشت بش... اسلام میاد و یهودیان میتونن در جنوب اسپانیا بدون کوچکترین این گونه عوامل بیماری یهود ستیزی یهودی ها و مسلمان ها در جوار یکدیگه برادران زندگی میکنن و خوشبختانه هم یهودی ها ترقی میکنن و هم مسلمان ها مردم اسپانیا ترقی میکنن و تعدادی از یهودی ها مثل شمایل نگید ودی و که به صدارت رسیدند در واقع میشه گفت به رئیس الوزرایی رسیدند کمان کنم در دوره عبدالرحمن بود که میخوره به دوره المرابطون و با کمال تأسف موقعی که رژیم برمیگرده و در زد و خوردها و جنگهای مختلف این مسیحیان بودند که میان اسپانیا را دست مسلمان ها میگیرند ورق میگرده ورق بر میگرده و یهود ستیزی با شدت هرچه تمامتر در اسپانیا شروع میشه در چه قرنی؟ این ابتداش 1390 و خورده است. یعنی که اواخر قرن 14 و اوائل قرن 15 که ادامه پیدا میکنه در اون موقع یه مقداری از یهود ستیزی رو ما میبینیم که با اخراج یهودیا با سوزاندن یهودیا با به ما حاکم کشیدن اینها شروع شد و ادامه پیدا میکنه و بعدا متوقف میشه ولی بزرگترین و گسترده ترین و فجیع این نوع انکویزیسیون در سال 1490 یا 491 دو اینطوره یعنی چه انکی یعنی انکیویزیسیون یعنی در واقع تفتیش کردن تفتیش, تفتیش, تفتیش عقاید. عقاید. تفتیش عقاید. تو کی هستی امه. میگه من یهودی یعنی هستم. به چی باور داری به چی باور داری اگر گفت من یهودی هستم میگن خب تو باید مسیحی بشی اگر گفت من نمیخوام مسیحی بشم فورا یا میسوزونندش یا اینکه اخراجش میکردن از اسپانیا و در بعضی مواقع این موضوع مربوط به یه نفر دو نفر نبود این موضوع به مربوط به جامعه بود یه جماعت بود جماعت صد نفری دویست نفری 500 نفری اینها رو میگرفتن می, گرفتن. می یعنی در نفر. واقع یک نوع وحشیگری, وحشیگری و, و بربریت به... به اسم دین به اسم دین به اسم دین حالا یه موضوع دیگه رو من بخوام بگم به اسم مسیحیتی که مسیح گفته بود که اگر به این گونه تو سیلی زدن اون گونه نه خودت نه رو هم اصلا میگن مسیحیت بر اساس عشق و مهر و محبت وجود داره کجاست اینجا عشق محبت اصلا ما عشق و مهر و محبت در سراسر دنیای مسیحیت در این دوره‌ای که من دارم دربارش صحبت میکنم وجود نداشت یه دی واقعا در اثر ترس و وحشت خب مسلمه اومدند دین خودشون دین یهود ترک کردند مسیحیت رو قبول کردند حتی بر علیه اینها به خصوص بر علیه اینها خود کلمه تفتیش بر علیه اینها بود تفتیش بکنند که آیا این افرادی که مسیحیت قبول کردند گوشت خوک میخورند آیا اینها اون مراسم یهودیت نگه میدارند در خفا یا نگه نمیدارند میخوام به صورتی که بگم که اسامی اینا را گذاشتن مارانس که مارانس به زبان لاتین و اسپانیایی یعنی خوک در واقع یعنی اینایی که به زور و جبر مسیحیت را قبول کردن تعداد زیادی از اینها را بکشتن دادن تعداد زیادی از اینها را در میدانهای شهر آتش روشن کردند با ها و اینا رو انداختن روی این آتش و سوزوندن میخوام موضوع برام روشن بشه یعنی یک فرد یهودی رو میگیرن شکنجش میکنن مجبورش میکنن که مسیحی بشه و بعد از مدتی میان دوباره بازداشت شکنجش می میکنن که شکنجش میکنن که مطمئن بشن که واقعا مسیحی شده صحیح درسته میخوام ببینن آیا واقعا مسیح. مسیحی شده درست مثل ماسیار رفتار میکنه میاد در کلیسیا در برابر یه مجسمه سر تعظیم فرود بیاره که میدونید آقای امیر در تورات اسرائیل اتفاقا گذشت زیاد وجود داره در بسیاری از موضوع ها یه موضوعی است که میگن یهرگ و لویاور یعنی آدم باید کشته بشه ولی خطا نکنه جرم نکنه و اون بودپرستی و میدونید که نه در اسلام و نه در یهودیت مجسمه وجود نداره یعنی نیومدن مجسمه نه حضرت محمد نه حضرت علی و نه حضرت موسی و نه انبیای دیگه رو بذارن در مساجد یا در کنیسه اتفاقا در مسیحیت این موضوع وجود داره مجسم های ایسا وجود داره مجسم های سان, پتر،, پتر وجود داره مریم وجود داره و دیگران وجود داره برای یهودی همونطوری گفتم یارک و لویاور یعنی واقعا باید کشته بشه ولی قط خم نکنه در مقابل مجسمه کاری ندارم اینها همه تولید وحشت میکنه در یهودی شاید اون یهودی که واقعا مسیحی شده بود یا غیر واقعا مسیحی شده بود در جریان تفتیش مثلا یکی از کارهایی که بهش میدن گوشت خوک میدن شاید بخوره یا بعضی از امور و اصول و فروع مسیحیت را نگاه میکنن که انجام میده ولی این, برای این یکی دیگه براشون خیلی مشکل بود که بیان در مقابل یه مجسمه در واقع به باور مسیحی ها خدا یا پسر خدا تعظیم کنند. و اینجا بود که یه دی نمی کردن. حاضر نبودند چنین کاری رو بکنن اینا رو به کشتن میدادند و بعدا اخراج دست جمعی بعد از اینکه تعداد زیادی رو کشتن اخراج دست جمعی شروع شد صدها هزار نفر اینها تهدید شدند که باید در ظرف مدت محدودی اسپانیا رو ترک بکنن و ترک کردند ترک کردن رفتن به کشورهای دیگه خوشبختانه در اون دوره تنها کشوری که حاضر شد این اخراج شدگان یهودی اسپانیایی رو قبول بکنه کشور مسلمان عثمانی بود امپراتوری امپراتوری, ده. ده. امپراتوری اجازه بدید من خلاصه بکنم صحیح. که اسلام آمد قسمت جنوبی شبه جزیره اسپانیا رو تصرف کرد یکی دو قرن سه قرن یهودیان در آزادی و تساوی بیشتر حبوب. در آزادی تصرف. من منهای یک دوره که مبحدون بودن این مسئله دیگه است سعی و به مقامات عالیه رسیدن، ترقی کردند، در رفاه و نیکبختی به سر می بردن بعد مسیحیان آمدن، اون قسمت رو تصرف کردند و این همه بلا سر یهودیا آوردن. این همه بلا سر یهودان آوردن، خوشبختانه در در اون دوره ای که دوره طلایی اسلام و یهود در اسپانیا بود، بیشتر بزرگان یهود یعنی یکی از مجموعه گنجینه های فرهنگی بسیار غنی یهودیان در دنیا از همون دور است مهم. و بیشتر اینا اتفاقا به زمان عربی نوشتند مهم. مثلا بهیا ابن پکودا که خوبوت یهودا خوبوت یا فرائز الغلوب رو نوشته یا مثلا همین یهودا علوی پاره از نوشتاشت حتی حتی رامبام رامبام دلالت الهایری خودش رو زبان عربی نوشته یعنی واقعا اینا خودشون را جزی از سرزمین عرب مسلمان اسپانیا می دونستن. و در این برهه از زمان مسیحی ها اومدن تمام ورق برگردوندن مصیبت بزرگی بر پیکر یهود وارد کردند. چی جستجو میکردن کردن این کیشیشان مسیحی چرا یهود ببینید آقای امیر من خیلی خ... خیلی خوشبختم که شما مرتب سوال میکنید که چه عاملی خود این تکرار این سوال ها نشون میده که ما با یک روند غیر نرمال مواجهیم یعنی واقعا نه تنها شما من هم از خودم سوال میکنم همه ای ما از ما سوال میکنیم آخه چه شد چه عاملی وجود برای چی یهودی مگه چه کار کرده جز این که به یک ناپرستی خودش ادامه میده جز اینکه یه عامل بسیار مفیدی است در علم در پزشکی در هنر در بسیاری چیزهای دیگه در موسیقی چه, چه گناهی از این یهودی سر زده آقای امیر شما اینو مرتب از من سوال میکنید منم منم هم میخوام همین سوال از شما بکنم بعد بله. و من فقط به این نتیجه میرسم همون حرفی که هرسل زد فکر میکنم عاقل ترین حرف بود این بیماری این یه نوع یه نوع بیماری یعنی یهودی نباید بره خودشو معالجه بکنه که یهود ستیزی وجود نداشته باشه اون فرد مسیحی یهود ستیزه که باید بره خودشو معالجه بکنه که این بیماری در وجودش دیگه پیدا نشه بله. در واقع غیر از این من هیچ عامل دیگری نمیبینم جز همون عواملی که البته درباره صحبت کردم اقتصادی و ناسیونالیستی و, و چیزهای دیگه که بعدن بعدا منتهی شد به نژاد یعنی دیگه موضوعی نبود که یهودی پولدار هست یا پولدار نیست فقیر هست یا, یا فقیر نیست عالم یا عالم نیست یا،, یا, مسیحیست یا مسیحی است یا چیز دیگه است اینجا دیگه رسید به موضوع نژاد نژاد یعنی بیولوژی یعنی بیولوژی ها شما متاسفانه اینجور چیزها در در اروپا وجود داشت مخصوصا آلمان و خوشبختانه این نوع آنتیسمیتیزم نژادی سرایت نکرد به کشورهای اسلامی چرا؟ چرا به این علت که در کشورهای اسلامی اگر یک یهودی به یک علتی میخواست مسلمان بشه مسلمان ها حتی جشن میگرفتن خوشحال بودن مسلمان میشد میرن پیکارش ولی اینجا مسئله بیولوژیه یعنی این نجاد پرست های بیمار آلمانی یا فرانسوی یا کشورهای اروپای غربی اومدن گفتن موضوع نژاده نژاد نژاد سامیست یعنی اون موضوع که یه موقعی جنبه زبانی داشت حالا نژاد سامی که اولا در در اروپا خب اینه که من میخوام در در اروپا ما سامی نداشتیم نه عربی در اروپا بود نه آسوری در اروپا بود کی بود در اروپا خب یهودی بود یعنی در واقع آنتیسمیتیسم یعنی یهودستیزی چیز دیگری نیست اینجاست که رفته رفته این حالت نژادی که به وجود اومد باعث پیدا شدن یکی از وحشتناکترین نحصت یهود ستیزی در اروپا شد که همون آلمان نازیست که باعث کشتن 6 میلیون یهودی شد که ریشش را باید در همون دو هزار سال پیش شروع کرد و اومد پایین اومد به دوره ما که رفته رفته تا اینجا رسید یعنی صورتها و اشکال مختلف به خودش گرفت تا رسید به آنتیسمیتیزم نژادی و به هیتلر فعلا اون چیزی که گفتم خود توجه کنید گفتم هرسل راست گفت که این یه بیماری است اونایی که واقعا شناخته شدند به عنوان سالار آنتیسمیتیست ها و ضد یهودا در, در هیتلر مثلا یه مردی با جنون تمام و بیماری تمام همونطور اگر حالتهای مختلف استالین ببینید به همون شکل متاسفم که بیام در دوره خودم اگر نگاه کنید به صدام حسین طرز رفتار و روشون در یه دوره قذافی اینا واقعا جنونه این یک نوع بیماری روحی است یک نوع بیماری روانی است اگر بخوایم بیماری روانی رو به یه صورتی دیگه توجیه کنیم باید باید بگیم روان اجتماعی است یعنی یک نوع سایکوسوسیولوژیکه یعنی یه نوع پسیکوسوسیولوژیکه سفاس گذاریم پروفسور نیتسر و از شما تقاضا میکنیم که باز در گفتار بعدی جنبه های دیگر یهود ستیزی رو بشکافید و به ما بشناسانید متشکرم.